یک بنگاه اقتصادی وقتی خصوصی توصیف میشه که مالکیت و مدیریت اون در اختیار شهروندان باشه، همینطور اقتصادی آزاد یا لیبرال به شمار میاد که در اون بخش عمده فعالیت های اقتصادی از دست دولت خارج باشه. بعد از تجربه اقتصادی دو قرن گذر دنیا ثابت شده که دولت نمیتونه بنگاهدار و بانکدار و برگان خوبی باشه. البته حضور دولت در اقتصاد لازم هست، بسیار مهم هم هست، ولی به عنوان داور، قانونگذار، ناظر و تأمین کننده شرایط لازم برای رقابت آزاد. اگر به نقشه دنیا نگاه کنیم میبینیم که در همه جا اقتصاد آزاد برتری خودش رو بر اقتصاد دولتی نشون داده. در ایران حدود 80% اقتصاد به دولت تعلق داره. از اوایل دهه‌ها در ایران قرار شد مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار بشه، ولی تا امروز آش همون آشه و کاسه همون کاسه و همه قبول دارن که فرایند خصوصی سازی شکست خورده. آقای روحانی میگه که با این فرایند بنگاه ها از دولت بی تفنگ به دولت با تفنگ منتقل شده. یکی از وزیران ایشان خصوصی سازی از نوع ایرانی رو جوک تعریف میکنه و وزیر دیگری از افتضاح حرف میزنه. آقای خاوند، چرا ایران برخلاف خیلی دیگر از کشورها در انجام این خصوصی سازی شکست خورده به نظرتون؟ مهمترین عامل نبود اراده سیاسی بوده در انجام، و اینکه دیوان سالاری دولتی به بنگاه‌های اقتصادی زیر سلطه‌اش به عنوان منبع رانت و مقام نگاه می‌کنه و نمی‌خواد اونا رو از دست بده. بنگاه‌هایی هم که از چنگ این دیوان سالاری بیرون آمده، به اصطلاح خصوصی سازی شده، عمدتاً به دیگر نهادهای دولتی یا به بنیادها یا به سپاه پاسداران منتقل شده. به تعبیر آقای روحانی دولت با تفنگ. در مجموع گفته میشه که از کل بنگاه‌های واگذار شده فقط 13% به بخش خصوصی واقعی رسیده. راه حل چیه؟ چطور میشه به خصوصی سازی واقعی رسید؟ خصوصی سازی واقعی وقتی امکان پذیر هست که فضای عمومی اقتصادی کشور در راستای آزادسازی پیش بره. برای کسب و کار یک فضای واقعی رقابتی به وجود بیاد و نهادهای نیرومندی مثل سپاه پاسداران از حوزه بنگاهداری و بانکداری و بازرگانی که کار اونها نیست خارج بشن.